د وندې نابینا در تلاش به اهتزاز درآوردن پرچم افغانستان در رقابت های ملی و بین المللی به سود کشور. ولی محمد نوری که در اثر انفجار مای نزدیک به 10 سال پیش در هلمند بینایی چشمانش را از دست داد، وزنه صورت سخت آسیب دید، حالا با دشواری های خستگی ناپذیر و پیگیری رشته دوش تمرینات این رشته را زیر نظر مربیان داخلی و بیرونی به منظور کسب دستاورد به سود کشور در پایتخت آغاز کرده است. این دونده نابینا می گوید که تا اکنون با زمین گیر کردن حریفان در رقابت های گوناگون این رشته که به میزبانی انگلستان برگزار شده بود، 8 مدال خوشرنگ را در کارنامهش به ثبت رسانده است. آقای نوری می گوید که با آموزش حرفه‌ای و رهنمایی مربیان از راه دور 50 تا 100 متر را به گونه انفرادی دوش می کند. همغه انگیزه ما ته پیدا شد چې زه د سپورت په ډګر کې راوتلم تر څو د افغانستان ښه استازیتوب وکړم، او ډېر چې ما زوري د افغانستان اوږده جګړه، د افغانستان اقتصادي فقر، د افغانستان تعلیمي فقر او همدارنګه د افغانستان بیتفاقی. افزون بر آن، آقای نوری که با از دست دادن بینایی چشمانش تلخترین روزگار زندگیش را تجربه کرده، برای تامین صلح در کشور تاکید میکند. زه د صلح تګیم، زم چې خدای دې وکړي صلح راشي په افغانستان کې. خیر ده، زه دې ړوندیم، زه دې نابینا یم، خو زه همیش دا زما ارزو چې په افغانستان کې یو تلپاتې صلح راشي، چې په آزاد فضا کې موږ تجارت وکړو، په آزاد فضا کې موږ تمرین وکړو. دا زما ارزو چې افغانستان کې د تلپاتې دایمي صلح راشي. از سوی هم مربیان و رهنمای این دونده کشور هست تیز هوشی و ذکاوت و بلند بودن سطح فنی این ورزشکار نابینا برای درخشیدن در برابر حریفان سخن میزنند. قشر نابینایان بسیار یک جوان با استعداد، ذکی، هوشیار و دارای فیزیکی بسیار بلند می باشه که اینا در کشور یوکی یا لندن در چندین مسابقه را برنده شد. نوزه و بیلگه ایمه در روان جگری قربانی همیمه و وس دزغست پا برخه که پنالوال و میدانون دی افغانستان در رنگ بیرق را پانده ساتم او په د افغانستان هویت می پنړیواله ول پیژندل ده. د ما د افغانستان هیواد څخه، حکومت څخه، په ځانګړي توګه د سپورتي دارو څخه دا ده چې دوی د زمینه سازی وکړي هغو کسان ته کوم چې معلول دي، معیوب دي. ولی محمد نوری در حال تمرینات داخلی و بیرونیش را زیر نظر مدرسان آغاز کرده است که وی قرار است در رقابت های جهانی دوش که به میزبانی فرانسه در شهر پاریس برگزار می شود به نمایندگی از کشور اشتراک کند.